دعوا و درگیری شهره سلطی با محمود قربانی، شوهر قبلی گوگوش، و افشاگری جنجالی این دو نفر از همدیگه. با ما همراه باشید، موضوع رو بهتون میگم چی بوده و صحبتای دو طرف رو هم با هم میشنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خب ماجرا اینه که محمود قربانی، همسر اول گوگوش، در زمان شاه مدیر کابار میامه تهران بود که یکی از بزرگترین کابارهای ایران به حساب می اومد و خیلی از خواننده های معروف زمان شاه از کابار میامه محمود قربانی تونستن معروف بشن، از جمله خود گوگوش، ستار، ابی، شهرام و شهره سلطی، داریوش و خیلی های دیگه. محمود قربانی بارها توی مصاحبه‌هاش گفته که شهرام و شهره سلطی رو من بزرگشون کردم و کل جایگاه و شهرت و پولی که در حال حاضر دارن در میارن رو مدیون من هستن. ولی خب سال گذشته بعد از مصاحبه‌ای که گوگوش با هما سرشار انجام داد و صحبت‌های تندی رو علیه محمود قربانی انجام داد، گفت که محمود به خیلی از هنرمندا از جمله من خیانت کرده، نه کمک. این صحبت‌ها با حمایت شهره سلطی هم همراه بود و همین باعث شدش که محمود قربانی نسبت به شهره هم گارد بگیره و صحبت‌های تندی رو علیه اون انجام بده. صحبت‌هایی که از سمت شهره هم بی پاسخ نموند و در برنامه امیر قاسمی علیه محمود قربانی صحبت‌هایی رو انجام داد و گفت که ایشون چرا سعی می‌کنه با خراب کردن هنرمندایی مثل من و گوگوش برای خودش جایگاه درست کنه. من اگه بخوام میتونم از ایشون شکایت بکنم، ولی خب اینقدر بدبخت هستش که چیزی نداره که من بخوام بیام دادگاه و ازش شکایت بکنم و با مستمری که میگیره از بازنشستگیش نمیتونه حتی هزینه های دادگاه رو پرداخت بکنه. بعد میاد راجب من و برادرم حرف میزنه و به ما تهمت میزنه. آقای قربانی، شما میخواین خودتو بزرگ کنی، اینقدر از خواننده ها بد نگو عزیزم. یه سنی ازت گذشته و واقعا من فکر کنم که اگر این حرفایی که ایشون میزنه اگه نواهاش بشنن گوش کنن چی میگن؟ نمیگن این چه پدر بزرگ بی ادبیه، بی تربیت، چقدر قد دستت به دهنت میرسید. یعنی میدونستم یه وضع مادی داری بتونم سود کنم و داده حیثیت کنم از اینجا، همینجا دارم بهت میگم میتونستم ازت شکایت کنم، ولی چیزی نداری بخوام شکایت کنم ازت. یه آدمی هستی، داری حقوق بازنشستگی میگیری و بابا خانواده نشسته، تو نمیتونی همه چی رو بیاری جلوی این دوربین، چه میدونم فلان خواننده این بوده. کسی که راجبه مادر بچهش حرف بزنه دیگه وای به حال ما، خجالت بکش دیگه، بسه. این بالاخره یه جورایی زده بالا دیگه سنی میرسه. این صحبت‌های شهره با عصبانیت محمود قربانی هم همراه بود و پاسخ تندی رو به شهره داد و دست به افشاگری علیه شهره و برادرش زد. اون گفت که شهره و شهرام سلطی جزء خانواده‌های خیلی خیلی فقیر تهران بودن. 8 نفر آدم تو 2 اتاق به سختی زندگی می‌کردن و حتی پول غذا و نون شبشون رو هم نداشتن. واسه همین مادرش اومد پیش من و از من خواهش التماس کرد که من بهشون کمک بکنم و بچه هاشون رو آوردم کابار میامه و بهشون پروبال دادم تا رشد بکنن و شهرتشون رو مدیون من هستن. خانواده شهره انقدر داغون بودن که شهره توی 15 سالگی حامله شده بود و حتی معلوم نبود پدر بچه کی هست. اینها به شدت درگیر مواد بودن و حتی قاچاق مواد هم انجام میدادن و هر جور خلافی بگی ازشون ساخته بود و من بودم که شهره و خانوادهش رو نجات دادم. ولی خب اونها برای من جز دردسر هیچ چیز دیگه ای نداشتن. بریم قسمتای از صحبتای محمود قربانی رو در مورد شهره و افشاگری که علیه اون و شهرام سلطی انجام داده بشنویم. و بیشتر از همه برای من دردسر داشت همه خانم شهره بود. من دستم بشکنه که این کار رو کردم و یه آدم بی کلاس رو برشه خدا رسوندم. ما از اون اول که تولد کامبیز بود ما خیمه شب‌بازی دعوت کردیم که در اون شب تو خونه خیمه شب‌بازی باشه. پدرش با خیمه شب‌بازی که ویالون میزد و با مادرش که اومده بود، مادرش اومد و من خواست که من پسرم و دخترم اینا
دوست دارم خواننده بشم فلان رو دم تشکیلات با گفتی خب بگی فردا بیام ببینیم. اینا فردا اومدن تو میامه صداهاش رو تکش کردیم گفتیم خب صدا دارم. ما شروع کردیم با اینا صحبت کردن و کار کردن. اولین شرط هم با این بود اگر پا به هنر میذاری نباید کسافت کاری کنیم. با همه خواننده ها این صحبت رو من کردم، شخصیت هنر رو باید دیگر داریم. گذشت، ما شروع کردیم آهنگ گرفتن برای خواهر برادر دو صدایی که هم بخونن دوه این ابی و شهرام آوردیمشون صحنه. به جایی رسید که خب شهرت زیادی به دست آوردن. ما هم در شرایطی بودیم که گرفتار کار و زندگی بودیم و خود شهره وقتی که اومد برای ما تعریف کرد این 15 سالگی صاحب یه دختر شده بوده، در جای زندگی میکرده سرای سیروس تو دو اتاق 8 تا خواهر برادر پدر مادر. ما به اینجاها کشوندیمش و اومد ملکه صحنه ها شد، همه برنامه ها رو ریختیم. اولا در ایران هم چندین بار بلا به سر ما آورد، یکی هم فیلم های بادام های تلخ که با داروش اینا بازی میکرد. خب اون موقع داروش زنش موجی بود، اینا همه در شمال برنامه ریزی میکنه روی داریوش، زنه میفهمه فیلمی که اون موقع من این همه خرج کردم و بهترین فیلم سینمای ایرانی بود خوابید. داروش مجبور شد با ایرج قادری در بیافته و موجی هم داروش رو برمیداره میاره تهران، فیلم ما میخوابه هم بمیره. از این طرف یک شب هم رفته بودیم دیسکوتک شومینه، من بودم، لیلا بود، شهرام بود، دوست دختر شهرام بود، شهره بود، هوشنگ کریمی هم بود، بوزرجمری هم اومد سر میز ما. ما گوشه نشسته بودیم، خب میرفتیم میرقصدیم اینا. حالا نگو پسرهای تیم سمدیانپور رئیس شهربانی خب بغل میز ما نشسته بودن، دو تا پسرهاش، دخترش، دامادش. انقدر این عشبه میاد برای پسرهای سمدیانپور که اونو مجبور شد تلفن لوله کنم اندازن. من متوجه نبودم، حالا نگو هوشنگ و کیومرس متوجه بودن که اینا که وقتی پول میز میدن میخوام میرن بیرون، هوشنگ و گزرجمری میرن یخشون رو میگیرن تو خیابون زده خورد میشه. درمون اونجا میاد یا آقای قربانی ببین چه خبر شده، دوستات پسرهای رئیس شهربانی رو دارن میزنن. ما میپریم که حالا برف و یخبندون بود، میپریم که اینا چی کنیم. خلاصه به جایی میکشه که جدا میشن، نه میرن، ما اینا میرن به پدرشون شکایت و خب تیمسال سمدیانپور میره میشه علازد میگه با آقا کجا نشستی؟ قربانی میخواد پسرهای منو داشت میکش، فردا میخواد من رو بکشه، آقا حکم تیر دادن برای ما. باز من میام بیرون، پدرش فوت میکنه، گریه زاری، بابا کمک کن برای خاکسپاری و خرجی رو در تشکیل کنیم. چشم باز دستم بشکنه، آقا ما همه خاکسپاری رو کردیم، من حتی پدری اینم شستم، رو پای چپش سولتی نوشته بودم، دستم باید بشکنه. این بوده جواب محبت های من، این بوده که الان خانوم به خاطر چی میره میشه امیر قاسمی چرت و پرت میگه که من خوب یه خونه من دادم تو بغل گدش رد چی، یه کروات من هیکل همتون رو میخره، چقدر دروغ داری میگین. آبرو هرچی هنر رو بردی، شرف هنر رو بردی، والا هنرمند ها دیگه روشون نمیشه بگم ما هنرمندی، به خاطر کسافتکاری های تو شخصیت داری، تو شعور داری، تو معرفت داری، تو خجالت باید بکشی زن،
این همه من به تو محبت کردم، خجالت خوب چیزه مردم. این شخص آدم کثیفیه، شرف نداره، معرفت نداره، شخصیت نداره. خب رفقا حتما نظراتتون رو هم راجع به این ویدیو و صحبت‌های محمود قربانی و شورای صولتی برامون بنویسید. بهمون بگید که به نظرتون حق با کدوم یکی از سمت‌های دعوا هستش؟ آیا واقعا شورای صولتی در حق محمود قربانی نامردی کرده و تمام لطف‌هایی که اون در حقش کرده با نامردی پاسخ داده، یا نه واقعا همونطور که گوگوش هم گفته بود محمود قربانی بیشتر از این که به هنرمندا کمک کرده باشه ازشون سوء استفاده کرده و اونها رو بدبخت کرده؟ نظرتون رو حتما برامون تو بخش کامنت ها راجع به این دو نفر بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.